تاکسی پاریس قسمت 13. ساعت 5 عصر به همراه پیرمرد ماهیگیر به طرف ایستگاه قطار حرکت کردم. خرم شهر، آن شهر زیبا و سبز و خرم، به خرابه ای تبدیل شده بود و آمد و رفت بسیار کم بود. در تمام مدتی که در قطار بودم سعی می کردم با کسی حرف نزنم که مشخص نشود از اسرای آزاد شده هستم. می خواستم اول به خانواده ام برسم، بعد وجود خودم را اعلام کنم. دلم در سینه می تپید. هرچه به تهران نزدیکتر می شدم ضربان قلبم شدیدتر می شد. وقتی صبح در ایستگاه راه آهن تهران از قطار پیاده شدم، چند لحظه ای گیج و مبهوت به اطراف نگریستم. فراموش کرده بودم که هستم و از کجا می آیم. سرانجام به خودم آمدم و یک تاکسی گرفتم و آدرس خانه‌ام را گفتم. در طول راه چشمم به خیابانها را درست نمی دید. فقط چهره فرشته و مادرم و بقیه خانواده مقابل چشمم مجسم بود. فکر می کردم فرشته در حالی که فرزندمان را در آغوش دارد به استقبالم می آید. نمی توانستم باور کنم که پسر یا دخترمان 9 ساله است. با خودم می گفتم الان که به خانه برسم چه خواهد شد؟ فریاد شادمانی خانواده ام به آسمان خواهد رسید. من چه باید بکنم؟ دلم می خواهد همه را یک جا در آغوش بگیرم، اما فرشته عزیزم را روی شانه ام بنشانم. وای وقتی فرزندم را ببینم چه بگویم؟ می گویم دخترم نه پسرم، بابا آمده، بابا. متوجه ایستادن تاکسی نشدم. راننده گفت آقا رسیدید، این خیابون پاستور است، اما داخل آن نمیتوانم بروم، آن را بسته اند، بقیه راه را باید پیاده بروید. پیاده شدم، کرایه تاکسی را پرداختم. راننده کرایه تاکسی را نپرداختم. راننده صدایم زد و گفت آقا کرایه را ندادید. گفتم ببخشید، حواسم پرت است. یک اسکناس که نمیدانم چقدر بود و پیرمرد ماهیگیر به من داده بود به او دادم و گفتم همین را دارم و وارد خیابون پاستور شدم. سر کوچه خودمان که رسیدم مغازه بقالی اکبر آقا باز بود. او سرگرم فروش شیر و پنیر کوپونی بود. هنگامی که از جلوی مغازش گذشتم نگاهی ناشناس به من کرد. فکر می کردم مرا می شناسد و سر و صدایش بلند می شود که به به نادر آقا، تو زنده هستی، خدا را شکر. اما متوجه شدم که او مرا نشناخته است. می دانستم که چهرم خیلی تغییر کرده. از آن گذشته ریش ها و موی سرم کاملا بلند و جوگندمی شده بود. ترجیح دادم حرفی نزنم و ابتدا با خانواده ام حرف بزنم. تابستان گرمی بود و طبق سنت ما تابستانها تخت بزرگی در حیاط کنار حوض آب و میان دو باغچه گل می زدیم و روی آن فرش می انداختیم و مادرم سماور و وسایل چای را کنار آن می گذاشت و آنجا دور هم جمع می شدیم و صبحانه می خوردیم. جلوی درب خانه که رسیدم نزدیک بود قلبم از حرکت بایستد. با دستی لرزان زنگ در را فشردم. خداوندا چه کسی در را به روی من خواهد گشود؟ آیا آنها مرا می شناسند؟ صدای نازک و لطیف دخترکی پرسید کیه؟ نتوانستم پاسخ او را بدهم. هیچ نگفتم، فقط دستم را بر دیوار تکیه کردم که از شدت هیجان به زمین نیفتم. دخترک در را گشود. وای خدای من، او یک فرشته کوچک بود. درست چهره و لطافت فرشته، او حتما دخترم بهشته است. خواستم خم شوم و او را در آغوش بگیرم که جیغ کشید و گریخت و گفت بابا، مامان، یک گداهه، از اون می ترسم. سرم را از لای در به داخل بردم. خانواده روی تخت کنار حوض نشسته و مشغول خوردن صبحانه بودند، اما جای مادرم زن دیگری نشسته بود.
زنی که هم سن و سال مادرم بود و من او را نمی شناختم و فرشته را دیدم که با شکم برآمده از پله ها پایین می آمد. گفت حمید ببین کیه؟ بهشته ترسید. بهشته پس فرزند من بهشته است. و حمید برادرم جلوی در آمد و گفت با این قیافه تو فقط بچه ها را می ترسانی. بگذار صبح شروع شود، آن وقت در خانه ها پیدایتان شود. و در را محکم به رویم بست. او هم تصور کرد که من گدا هستم. اما وای وای بر من، فرشته من از چه کسی حامله است؟ مادرم کجاست؟ وقتی که صحبت نادر به اینجا رسید، بغض گلویش را گرفت و نتوانست ادامه بدهد. برایش یک فنجان قهوه ریختم و ایستادم و سرش را به سینه‌ام فشردم. او مانند یک پسر بچه نازک دل با صدای بلند شروع به گریستن کرد. گفتم گریه نکن عزیزم، گریه کن عزیزم، هرچه دلت میخواهد گریه کن. بسیار متاسفم که باعث شدم تو به خاطرات تلخ زندگیت برگردی. او 10 دقیقه ای گریست، سپس آرام شد، قهوهش را خورد و گفت شما گناهی ندارید، من سال هاست که احتیاج به گریستن دارم. اما بغضم همچنان در گلویم مانده بود و داشت خفه‌ام می‌کرد. حالا که گریستم خیلی حالم بهتر شده، میتوانم ادامه بدهم. گفتم و میتوانی بگذاری برای روز بعد یا روزی دیگر؟ گفت نه، بگذارید تمام کنم. میخواهم کتاب گذشته‌ام را برای همیشه ببندم و به آنها و به آبهای سن بسپارم. قهوهش را نوشید و ادامه داد ولی یک لحظه از مغزم گذشت که مادرم از دنیا رفته. ولی به خودم نهیب زدم نه، هرگز نباید چنین فکری بکنم. مادرم، مادر نازنین من، منتظر من بوده، او نخواهد رفت. اما این زن که بود که به جای مادرم نشسته بود؟ خداوندا در این خانه چه گذشته است؟ بعد از 9 سال اسارت تحمل شنیدن خبرهای بد را نداشتم. من به امید زنده ها مانده بودم و حالا داشت تمام آینده امیدهایم برباد می رفت. خواستم دوباره در بزنم و به حمید بگویم که من گدا نیستم و اگر هستم گدای دیدار شماها هستم. اما چگونه می توانستم فرشته‌ام را با آن وضع ببینم؟ ترجیح دادم بروم، اول اطلاعاتی در خانواده از خانواده‌ام کسب کنم، بعد خودم را به آنها معرفی کنم. تحمل ایستادن روی پاهایم را نداشتم. به کنار دیوار رفتم، روی زمین نشستم و به دیوار تکیه دادم. تمام سعیم این بود که بتوانم خودم را کنترل کنم و کار ناشایستی نکنم که بعداً پشیمان شوم. زندان و اسارت به من صبر و تحمل و بردباری را آموخته بود. بعد از چند دقیقه پدرم از خانه بیرون آمد. با همان غرور همیشگی محکم و قدرتمند نگاهی به من کرد، خواست سکه‌ای به من بدهد که با سر اشاره کردم نمی‌خواهم. حرف نمی‌زدم که ببخشید. حرف نمی‌زدم که مبادا از صدایم مرا بشناسد. پدرم چند قدم که از من دور شد، سرش را برگردان و چند لحظه‌ای به من خیره شد. دلم می‌خواست فریاد بکشم و بگویم خودم هستم، بیا پدر، به دادم برس، اما ساکت ماندم و پدر نیز به راهش ادامه داد. بعد از رفتن پدرم به مغازه اکبر آقا رفتم. مشتریانش رفته بودند و سرش خلوت بود. به او سلام کردم و گفتم آقا، من از دوستان نادر هستم، میخواستم بپرسم آیا از او خبری دارید؟ اکبر آقا نگاه ناباورانه‌ای به من کرد و گفت چه خبری؟ او رفت و دیگر بر نگشت. پرسیدم آخر نگفتند چه بر سرش آمده؟ گفت بنیاد شهید به خانوادهش گفته که او شهید شده. ای آقا، دنیا خیلی بیمهر است. همسرش زن برادرش شد و مادر بیچارهش هم دق کرد و مرد. خیلی سخت خودم را کنترل کردم که فریاد نکشم.
اکبر آقا ادامه داد: هنوز یک سال از مرگ مادرش نگذشته بود که حاجی پدرش زن دیگری گرفت. این دنیا خیلی کثیف است آقا. دو خبر ناهنجار را یک مرتبه بعد از 9 سال اسارت اکبر آقا به من گفت. همانجا روی زمین نشستم و سرم را به دیوار تکیه دادم. اکبر آقا به شدت ترسید. او پرسید: چی شد آقا؟ چرا اینطوری شدید؟ یک لیوان آب برایم آورد و شروع کرد به دلداری دادن من و گفت: خب شما که دوست نادر بودید انقدر ناراحت شدید. ببینید مادر بیچارهش چه کشید. با صدای بلند شروع به گریستن کردم. نمیدانستم برای مرگ مادرم گریه میکنم یا برای از دست دادن فرشته. یک لحظه سرم را بلند کردم، دیدم چند نفر دورم حلقه زده و برایم اظهار تأسف میکنند. برخاستم، از اکبر آقا خداحافظی کردم و در خیابان به راه افتادم. ساعتها راه رفتم، نمیدانستم به کجا بروم، به چه کسی پناه ببرم، با که درد دل کنم. همچنان راه میرفتم. چند بار که از خیابان رد می شدم نزدیک بود با ماشین تصادف کنم. راننده ها بد و بیراه می گفتن که مگر کوری؟ چرا اینطوری از خیابان رد می شی؟ و من سرم را بلند نمی کردم. همچنان راه می رفتم. یک لحظه سرم را بلند کردم، پلاک خیابان ولی عصر را دیدم. یادم رفته بود که خیابان ولی عصر همان خیابان پهلوی سابق است. هرچه به مغزم فشار آوردم نام اصلی خیابان را به خاطر نمی آوردم، ولی احساس کردم که این خیابان را می شناسم و کسی را در این خیابان دارم. به راهم ادامه دادم. ناگهان جلوی یک بوتیک ایستادم. به یاد آوردم که این بوتیک را می شناسم. وارد آن شدم و با دیدن صاحب آن او را شناختم. او شهرام، دوست و هم شاگردی دوران بچگیم بود و ما با هم در یک محل زندگی می کردیم و با هم بزرگ شدیم. شهرام مشغول فروش یک بلوز به خانومی بود. نگاهی بی تفاوت به من انداخت. در چشمانش خواندم که او هم مرا گدا تصور کرده و امکان دارد سکه‌ای کف دستم بگذارد و بگوید از مغازه‌ام برو بیرون. اما او این کار را نکرد. وقتی مشتریش رفت رو به من کرد و گفت: شما چیزی میخواهید؟ آقا، بی اختیار اشکهایم سرازیر شد. گفتم: شهرام خوب به من نگاه کن، ببین مرا میشناسی؟ شهرام به من خیره شد و گفت: حرف بزنید، خواهش میکنم حرف بزنید، صدایتان برایم آشناتر از چهرهتان است. گفتم: شهرام من دوست دیرینه تو هستم، دوست بدبخت و سرگشته تو. که ناگهان شهرام فریادی کشید، به طرف من پرید و در آغوشم گرفت و گفت: نادر، تو هستی؟ آیا تو زنده ای؟ خواب نمی بینم؟ گفتم: نه دوست من، تو بیدار هستی. این من هستم که امیدوارم در خواب باشم و آنچه را که دیدم حقیقت نداشته باشد. آن روز شهرام مغازه‌اش را بست و ساعتها با هم گریستیم. او هم همسرش را از دست داده بود و داستان عشق مرا به فرشته خوب می دانست. از ازدواج فرشته با حمید و مرگ مادرم نیز با اطلاع بود. او برایم غذا سفارش داد. هرچند که سالها بود مزه غذای ایرانی را نچشیده بودم، اما اصلا اشتها نداشتم. به اصرار شهرام کمی غذا خوردم و او مرا به خانهش برد. او نیز تنها زندگی می کرد و در خانه شهرام کمی احساس آرامش کردم. با خودم اندیشیدم که آنچه که اتفاق افتاده هیچ کس مقصر نیست. آنها مرا مرده پنداشتن و این خبر را بنیاد شهید با اطمینان به آنها گفته و می بایست به زندگیشان ادامه می دادند. دلم برای مادرم می سوخت که برای من آنقدر سوخته و غصه خورده بود که جانش را از دست داده. همچنین برای در آغوش گرفتن دخترم پرپر می زدم. اما هرچه آن شب و شبهای دیگر
فکر کردم بیشتر به این نتیجه رسیدم که اگر آنها بی وجود من پی به وجود من ببرند، زندگیشان از هم خواهد پاشید و برای روحیه دخترم نیز خوب نیست. بهتر است صبر کنم تا او بزرگتر شود، آن وقت داستانم را برایش بگویم. احساس می کردم دیگر علاقه‌ای به فرشته و دیدن او ندارم. حتی نمی خواهم هیچ کدام از آنها را، از اعضای خانواده و فامیلم را ببینم. وقتی احساس روحیم را با شهرام در میان گذاشتم، او گفت کاملا تو را درک می کنم و پیشنهاد می کنم برای اینکه آرام تر زندگی کنی از ایران بروی. گفتم دارم همین تصمیم را می گیرم، اما چگونه و کجا؟ شهرام گفت دوستی دارم که در فرانسه زندگی می کند، از او می خواهم برای تو و من دعوتنامه بفرستد. من هم میخواهم به فرانسه بروم. میدانم که تو مشکل مالی داری، اما اصلا نگران نباش، من به اندازه کافی پول برای هر دویمان دارم. من مدت 50 روز در خانه شهرام زندگی کردم. دوست نداشتم از خانه بیرون بروم. حتی شهر را هم نمیخواستم ببینم. شهرام از وضعیت اقتصادی مملکت بسیار ناراضی بود و سرانجام هر دو با هم عازم پاریس شدیم. پاریس 20 سال پیش با پاریس امروز خیلی تفاوت داشت. راحت تر اقامت می دادن و به خصوص که من زبان فرانسه را خوب می دانستم و شهرام نیز سرمایه خوبی را همراه آورده بود. شهرام از من حمایت مالی می کرد و من در هر فرصتی به شهرام زبان می آموختم و در مورد کارهای اداری کمکش می کردم. شهرام در پاریس یک رستوران دایر کرد و من هم در کنارش کار می کردم. پس از چند سال حوصله‌ام از کار رستوران سر رفت و به کار تاکسی پناه بردم. الان حدود 14 سال است که تاکسی دارم. تاکسی را به اصرار شهرام خریدم، چون برای خودم فرقی نمی کرد که مال خودم باشد یا اجاره باشد. تمام بدهی ها را به تدریج پرداختم و الان مشکل مالی ندارم. چند ساعتی کار می کنم، سپس به رستوران شهرام می روم، گوشه ای می نشینم و گیلاسی شراب می نوشم تا زندگی را بگذرانم. این بود داستان زندگی و عشق و همه چیز من. امروز مردی هستم تنها، افسرده و غمگین، با آینده ای تاریک. گفتم دخترت حالا بزرگ شده و باید حدود 26 سال داشته باشد. چرا با او ارتباط نمیگیری؟ گفت به دوری او نیز عادت کردم و دوست ندارم زندگیش را خراب کنم. او حتما تا به حال ازدواج کرده، شاید بچه هم داشته باشد. مطمئن هستم اگر بداند که پدرش زنده است و چه بر سرش آمده، زندگیش تلخ خواهد شد. بهتر است به تنهایی بار غمم را به دوش بکشم و برای او که عزیزترین کس من است مشکلی ایجاد نکنم. نادر ساکت شد. پوست صورتش به سرخی می گرایید. فهمیدم هنگام تعریف کردن گذشتهش فشار زیادی را متحمل شده است. یک فنجان دیگر قهوه برایش ریختم و گفتم من رستوران‌های ایرانی را خیلی دوست دارم. آیا حاضری مرا با خودت به رستوران شهرام ببری؟ در اصل هدفم این بود که او را با آن حال خرابی که دارد رها نکنم و با هم نزد دوست خوبش برویم. نادر گفت چرا نه، موقع نهار است، مثل اینکه دیر هم شده. من شما را به نهار دعوت می کنم. با هم به رستوران شهرام رفتیم. ساعت 4 بعد از ظهر بود. او من و شهرام را به هم معرفی کرد. شهرام نگاهی به نادر کرد و گفت باز که ناراحتی، باز هم به گذشته برگشتی؟ گفتم این بار تقصیر من بود. نادر گفت نه، ناراحت نیستم، اتفاقا راحت شدم. هر چه در دلم بود بیرون ریختم. یک قرمه سبزی خوشمزه ایرانی با هم خوردیم و نادر به من قول داد که دیگر به گذشته نیندیشد و به زندگی لبخند بزند. یک روز دیگر.